السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. سلام، به هشتگ سوژه خوش اومدید. جای شما در هوای بارانی شهر مقدس کربلا خالیه. با ما همراه باشید. فدک سرزمینی بسیار وسیع و آباد در سراشیبی خیبر واقع در شمال مدینه بود که قلعه های بزرگ و مستحکم، چشمه های سرشار، نخلستان های پربار و باغ های پرشمار را شامل می گردید. ساکنان این سرزمین و منطقه خیبر یهودیانی بودند که پیش از اسلام وارد شبه جزیره عربستان شدند و در آن منطقه روزگار می‌گذراندند. از آنجایی که آنها از جمله دشمنان سرسخت اسلام به شمار می‌رفتند، با هزینه‌های هنگفت مالی مشرکان را به جنگ علیه مسلمانان ترغیب کرده و علیه حکومت پیامبر اسلام در مدینه کارشکنی می‌کردند. 24 رجب مصادف است با فتح خیبر و اهدای فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها. از این رو سوژه امشب رو به سرگذشت این واقعه تاریخی اختصاص دادیم و امشب از شما میپرسیم چه ارتباط هایی بین فتح خیبر توسط حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهدای سرزمین فدک به حضرت فاطمه علیه السلام وجود دارد. من رضا ربیعی هستم و تلویزیون امام حسین علیه السلام این فرصت رو در اختیار شما قرار میده تا با برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرید و نظرتون رو راجع به سوژه امشب با سایر بیننده ها در میون بگذارید. راه های ارتباطی رو روی صفحه تلویزیون میبینید. من هم شماره تلفن رو براتون مرور میکنم. شماره 20964-770-309-6135 از طریق خط تلفن، واتساپ و تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. بینندگانی که از ایران ما رو دنبال میکنن علاوه بر این شماره میتونن از طریق سامانه پیامگیر ما به شماره 5011-4070 با ما در ارتباط باشن. شناسه ما در اینستاگرام هست @suje. اگر به هر دلیلی نمیتونید تماس بگیرید، کافیه پیام بفرستید تا همکاران من در اتاق فرمان با شما تماس بگیرن. یهودیان پیش از قریش و حتی قبل از ولادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با ایشان و اجداد گرامیشان دشمنی داشتند و به هر نحو ممکن سعی داشتند با جلوگیری از ولادت آخرین پیامبر الهی از شکلگیری کاملترین دین ابراهیمی جلوگیری نمایند. از این رو بارها و بارها سعی کردند پدران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو به شهادت برسانند و بنا به شواهد تاریخی وفات حضرت عبدالله پدر گرامی حضرت ختمی مرتبت همچنان در حاله از ابهام بوده و یهودیان باید در این خصوص پاسخگو باشند. از روزی هم که ستاره فروزان اسلام در سرزمین مدینه درخشید، یهودیان با تحریک و تمویل بزرگان قریش و عهد بستن با قبایل مختلف، تمام دسیسه های خود رو برای کوبیدن اسلام و مسلمانان به طرق مختلف به کار بستند.
نقشه های شوم یهودیان به جایی رسید که آهنگ جنگ با مسلمانان و حمله به مدینت النبی کردند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله همچنان که در تمام جنگ های تحمیل شده بر ایشان آماده دفاع از سرزمین اسلام و مسلمانان شدند. از این رو به همراه لشکری عازم منطقه خیبر که محل سکونت یهودیان به شمار می رفت عازم شدند. خیبر در حقیقت نام منطقه حاصلخیز با آب و آبادانی فراوان و از بهترین مناطق حجاز آن زمان به شمار می رفت. بیشترین محصول آن خرما بود و وفور این محصول تا اندازه‌ای بود که بردن خرما به خیبر همچون زیره به کرمان بردن ضرب المثل و مورد طعنه بود. این منطقه در حدود 165 کیلومتری شمال مدینه و در مسیر شام قرار داشت و مرکز فعلی آن شهر اش‌شریف است. در آن زمان که یهودیان به جزیره العرب آمدند، بخشی از آنان در خیبر سکونت گزیدند و به دلیل امکانات اقتصادی آن به صورت یک قدرت بسیار قوی در آمدند. آنان قلعه های مستحکمی ساخته و با حفظ ذخیره های خوراکی و سلاح فراوان خود را به صورت قدرتی شکست ناپذیر و مقاوم درآورده بودند. این منطقه بازار سالیانه‌ای داشت که در روزهای نخست ربیع الاول برپا می‌شد. در نزدیکی آنها قبیله‌هایی بودند، قبیله‌هایی زندگی می‌کردند که از حامیان این بازار بودند و وسایل امنیت کسانی که به بازار می‌آمدند را فراهم می‌کردند. یهودیانی که در مدینه و اطراف آن سکونت داشتند نیز رفته رفته در خیبر و سرزمین‌های اطراف آن ساکن شدند. آمار جمعیت یهودیان این مناطق بالغ بر 20,000 نفر بود و در میان آنها مردان جنگاور فراوانی هم به چشم می‌خورد. جرم بزرگ یهودیان خیبر این بود که تمام قبائل عرب رو برای کوبیدن حکومت اسلام تشویق می‌کردند و سپاه شرک با کمک مالی یهودیان خیبر از نقاط مختلف عربستان حرکت کرده و خود رو به پشت درپای مدینه رساندند و در نتیجه جنگ احزاب بر مسلمانان تحمیل شد که با تدبیر سلمان فارسی از یاران پارسی تبار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علی علیه السلام، سپاه مهاجم پس از یک ماه توقف در پشت خندقی که برای دفاع از مسلمانان مدینه گرداگرد آن حفر شده بود متفرق شدند و به وطنهای خود بازگشتند. اما یهودیان خیبر که به لجاجت و تعصب خود نسبت به آیین تحریف شده خود معروف بودند، همچنان در پی ضربه زدن به مسلمانان و تکرار صحنه نبرد احزاب بودند. از سوی دیگر بیم آن می‌رفت که یهودیانی که در حال ارتباط گرفتن با امپراتوری‌های بزرگ آن زمان از جمله کسرا و روم بودند، با کمک گرفتن از آنها حمله نظامی بزرگتری را علیه اسلام و مسلمانان انجام دهند و همچنان که مشرکان را علیه مسلمانان شورانده بودند، قدرت‌های بزرگ جهان آن روز را علیه اسلام بسیج نمایند. از این رو پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پس از صلح حدیبیه که میان مسلمانان و مشرکان بسته شد در سال 7 هجری و برای دفاع از سرزمین‌های اسلامی و جلوگیری از شبیخون یهودیان به مدینه، لشکر اسلام را از مدینه به مقصد خیبر گسیل داشتند.
حضرت ختمی مرتبت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که خود شخصا در این پیشروی حضور داشتند، ابوذر را به عنوان جانشین خود در مدینه معرفی کردند و پرچم سپید صلح و سلامت را به دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام دادند و لشکر از مدینه خارج شد. سلام شکر. عامر ابن اکوع کسی بود که سارمان این بود که شطور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو در هنگام حرکت به سمت خیبر مسئولیت ساربانی شطور پیامبر رو بر عهده داشت و در همون حال اشعاری رو در محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زمزمه میکرد که مضمون اونها رو براتون قرائت میکنم. در شعرهاش عامر گفت: به خدا سوگند اگر عنایات و الطاف خدای متعال نبود، ما گمراه بودیم، نه صدقه میدادیم و نه نماز میخواندیم. ما ملتی هستیم که اگر قومی بر ما ستم کنند و یا فتنه‌ای برپا نمایند، ما زیر بار آنها نمیرویم. خدایا پایداری را نصیب ما بفرما و ما را در این راه ثابت قدم گردان. مضمون این سروده ها و اشعاری که ساربان شطور پیامبر اونها رو زمزمه میکرد، انگیزه خارج شدن لشکر اسلام از مدینه رو به گونه ای روشن بیان میکنه و میرسونه که از اونجا که ملت یهود بر مسلمانان ستم کرده بودند و آتش فتنه رو در آستانه خانه آنها روشن ساخته بودند، مسلمانان برای خاموش ساختن این کانون رنج سفر را بر خود هموار کردند. شمار سربازان اسلام در این نبرد 1600 تن بود که 200 تن از آنها جزء سوار نظام بودند. بله بینندگان عزیز، موضوع امشب رو اختصاص دادیم به فتح خیبر و سرگذشت اون سرگذشت تاریخی و همچنین اهدای فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها. در این مورد میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو بیان کنید. بینندگان عزیز، تشکر میکنم از تمام شمایی که پاسخ سوال برنامه رو در فضاهای مختلف مجازی برای ما ارسال کردید. تا جایی که فرصت داشته باشم به برخی از این فضاها سر میزنم و جوابهای شما رو قرائت میکنم. به اینستاگرام سر میزنیم. اینستاگرام کامنت دادید که ابن عبدالحدید از سیره ابن اسحاق چنین نقل میکند: همین که خیبر فتح شد، رعب و وحشت یهودیان فدک را گرفت، لذا نمایندگان خود را نزد پیامبر فرستادند و درخواست کردند بر نیمی از فدک با آنان مصالحه کنند. نمایندگان یهود در خیبر یا در مسیر راه و یا در مدینه خدمت پیامبر رسیدند و موضوع را عنوان کردند و آن حضرت پیشنهاد آنان را پذیرفت. تشکر میکنم از این کابه که با تحقیق پاسخ سوال برنامه رو کامنت کردن. البته پاسخشون طولانی تر از این هست، فرصت نیست همه اون رو قرائت کنم. پیام های دیگر رو میخونم خدمت شما. فکر کنم بعد از فتح خیبر آیات ابتدایی سوره انفال نازل شد و تکلیف غنایم فتح رو مشخص کرد و صراحتا به پیامبر فرمود که انفال از آن خدا و رسولش است. بنابراین پیامبر در راستای اجرای فرمان الهی فدک رو که از آن خودشان بود به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیدند. آقای علی از یزد برای ما در واتساپ پیام دادن که فتح خیبر قبل از اهدای فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها بوده که با رشادت های حضرت علی علیه السلام خیبر فتح شد و حضرت محمد فدک را به حضرت زهرا بخشید. آقای حسین از فارس برای ما فرستادن: پس از فتح خیبر به دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام یهودیان فدک را به پیامبر دادند و پیامبر نیز با توجه به دستور خدا فدک رو به حضرت زهرا داد.
اما بعد از شهادت پیامبر فدک که جزء اموال اهل بیت بود مصادره شد. آقای عبدالرضا از آبادان برای ما فرستادن فدک با جنگ به دست مسلمانان افتاد و غنیمت جنگی بود، پس بین مسلمانان تقسیم شد، اما چون فدک بدون جنگ در اختیار پیامبر قرار گرفت جزء اموال شخصی ایشون به شما میرفت و ایشون هم تصمیم گرفتن به حضرت زهرا اهدا کنند. کاربر دیگری در تلگرام برای ما فرستادن دلاوری‌های امیرالمؤمنین باعث شد که لشکر اسلام در جنگ خیبر پیروز شوند و از آنجایی که اگر حضرت علی نبود پیروزی هم نبود، پیامبر فدک را به ایشان و حضرت زهرا دادند. آقای حمید از تهران فرستادند که ارتباط‌های بین فتح خیبر توسط حضرت علی و اهدای فدک به حضرت زهرا را باید در جایی جستجو کرد که مسلمانان به رهبری هر کسی خواستند وارد خیبر بشوند نتوانستند، اما حضرت علی علیه السلام تنها کسی بود که وقتی پیامبر پرچم جنگ را به ایشان داد پیش بینی کرد که مسلمانان پیروز میشوند و همینطور هم شد. خانم زهرا از مشهد مقدس فرستادند که سرزمین فدک بدون جنگ به پیامبر اهدا شد و بر اساس آیه قرآن حق ذی‌القربا بود که به آنها داده شد و این سرزمین هیچ ربطی به قلعه های خیبر که با جنگ فتح شدند و به عنوان غنیمت بین مسلمانان تقسیم شدند نداشت. آقای رضا از خراسان جنوبی فرستادند که وسعت سرزمین فدک بر اساس روایت کل سرزمین‌های اسلامی است که از اهل بیت غصب شد و غاصبان هیچگاه فدک را به ایشان باز نگرداندند. آقای مسعود از کرمان نوشتند که فدک سرزمین سرسبزی در شمال مدینه بود که نزدیک قلعه خیبر قرار داشت. پس از فتح خیبر پیامبر و امام علی فدک را به تنهایی فتح کردند و به دستور خدا فدک را به حضرت زهرا دادند. تشکر میکنم از تمام عزیزانی که پیام فرستادند و پاسخ سوال برنامه رو ارسال کردند. با ما همراه باشید. بله، لشکر اسلام از مدینه خارج شد و به سمت خیبر حرکت کرد و با آرایش مخصوص نظامی خود به سرزمین خیبر رسید، سرزمین وسیعی که نخلستانهای بیشماری داشت. در آن منطقه وسیع قلعه هایی با فاصله از یکدیگر قرار داشتند که آنها را حصن می نامیدند. برخی از آنها به اندازه‌ای وسیع بودند که چند قلعه کوچکتر را نیز در خود جای داده بودند. دژهای هفتگانه خیبر هر کدام نام مخصوصی هم داشتند: نائم، قموس، کتیبه و سایر نام‌هایی که بر اون قلعه ها اطلاق می‌شد و برخی از این دژها گاهی به یکی از سران اون دژها منصوب می‌شد، مثل دژ مرحب که یکی از سران و سردارانی بود که در اون دژ قرار داشت و به این نام معروف بود این دژ. همچنین برای حفاظت و کنترل اخبار خارج از دژ در کنار هر دژ و یا قلعه‌ای برج مراقبتی ساخته شده بود تا نگهبانان برج‌ها جریان خارج قلعه را به داخل گزارش دهند و طرز ساختمان برج و دژ طوری بود که ساکنان آنها بر بیرون قلعه کاملا مسلط بودند. مسلمانان که در برابر چنین دشمن مجهزی قرار گرفته بودند باید در تسخیر این دژها از هنرنمایی نظامی و تاکتیک‌های جنگی حد اکثر استفاده رو می‌کردند. نخستین کاری که انجام دادند این بود که شبانه تمام نقاط حساس و راه‌های ارتباطی بین قلعه‌ها بر اون راه‌ها مسلط شدند و قلعه‌ها رو به محاصره خودشون درآوردند. و صبح روز بعدی که
یهودیان از قلعه های خودشون خارج شدن، از اون دژها خارج شدن، متوجه شدن که در محاصره مسلمانان قرار دارن. از مجموع کتاب های تاریخ و سیره چون این استفاده می شود که مسلمانان دژها را یک به یک محاصره می کردن و کوشش می نمودند که ارتباط اون دژ رو با دژهای دیگه قطع کنند و پس از گشودن آن دژ و یا پس از فتح آن دژ به محاصره دژ دیگر می پرداختند. تماس تلفنی داریم. بله، آقای محمد علی از یزد با ما هستن. سلام میکنم به شما. آقای محمد علی اگر صدای من رو دهید سلام. سلام بر شما، متشکرم، ممنونم از شما. خود آجه آباد بپرسیم یا با شما مطرح کنم؟ بفرمایید، میشنوم نظرتون رو، میشنویم، بفرمایید. نمیشه با خود آجه آباد صحبت کنیم؟ بفرمایید، با مجری برنامه صحبت میکنید الان شما. بله، حالا به هر حال من یک سوالی برم پیش اومد، این بود که در مورد فدک دارم صحبت میکنن. اول که میخواستم خدمت آقای امام حسین سلام عرض کنم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بقیه را فاکتور میگیرم چون وقت شما را نگیرم. خدمت آقا علی‌الصلاة و سلام میکنیم، خدمت شما و همکارات نم سلام میکنم. احسن بر شما، قبول باشه، بفهم. وقت سوال من این که اگر که مولا امیرالمومنین در جنگ خیبر فاتح بود و خیبر را گرفت و در زمان حیات پیغمبر فدک را به حضرت فاطمه زهرا دادند، یعنی ایشون مالک بود، درسته؟ احسنتم، همینطوره. بله، حالا که مالک بود پس چرا در زمان ابوبکر حضرت فاطمه رفت به عنوان ارث فدک را خواست پس بگیره؟ که آقایون اشکالات مختلف گرفتن که نمیدونم پیغمبر چیزی از خودش به ارث نمیگذارد و نمیدونم فلان و از این بازی ها. بنابراین سوال من اینه که اگر ایشون در زمان حیات پیغمبر فدک را به ایشون دادن، ایشون در واقع مالک بوده؟ بله، مالک بوده دیگه، به عنوان ارث نباید بره طلب بکنه. بله، انشاءالله پاسختون رو دریافت خواهید کرد، ممنونم از شما. حالا در... بله بله، انشاءالله پاسخ خواهم داد. حالا اگر در مورد موضوع برنامه صحبتی دارید، پاسخی دارید، میشنویم. همین صحبت برنامه، الان به برنامه چی دارم پخش میکنن؟ هشتگ سوژه بله، بیننده باشید، انشاءالله پاسختون رو خواهید گرفت. ممنونم از اینکه تماس گرفتید، تشکر میکنم از شما. ما بیشتر میخواییم نظر بیننده ها رو داشته باشیم، ولی در پاسخ این سوال باید گفت که مطالبه ارث پاسخ به شبهه‌ای بود که از طرف ابوبکر مطرح شد و او گفت که پیامبر هیچ ارثی بر جان نمیگذاره. ابوبکر وقتی که این شبهه رو مطرح کرد و حضرت زهرا سلام الله علیها در پاسخ به این شبهه مطالبه ارث فرمودند، اما در حقیقت سرزمین فدک سرزمینی بود که در زمان حیات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به حضرت زهرا سلام الله علیها اهدا شد. انشاءالله در این مورد صحبت خواهیم کرد. اولین دژی که از قلعه خیبر، از قلعه های خیبر پس از رنج های فراوان به دست ارتش اسلام افتاد، دژ نائم بود. پس از فتح این دژ سربازان متوجه قلعه حموس شدند و با فداکاری های فراوان آن دژ را نیز به تصرف درآوردند. این دو پیروزی روحیه لشکر اسلام رو تقویت کرد و رعب و وحشت رو بر قلوب یهودیان مسلط نمود. اما مسلمانان از نظر مواد غذایی در مضیقه عجیبی قرار گرفتند و ذخایر غذاییشون رو به پایان بود. در این بین بود که چوپانی که اون اطراف برای یهودیان چوپانی میکرد خدمت پیامبر رسید و از حقیقت اسلام پرسید و با توجه به پاسخهایی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دریافت کرده بود مسلمان شد، اسلام آورد و بعد از اون از پیامبر پرسید که این گوسفندانی که الان در اختیار من هست به عنوان امانت پیش من گذاشتند و رابطه من الان با صاحبان اون گوسفندان بریده شده، تکلیف من
چیست پیامبر در برابر دیدگان صدها سرباز گرسنه با کمال صراحت فرمودند در آیین ما خیانت به امانت یکی از بزرگترین جرم هاست. بر تو لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به صاحبانش برسانی. او دستور پیامبر را اطاعت کرد و بلافاصله در جنگ شرکت کرد و به شهادت رسید. با در نظر گرفتن این مراتب غرض‌ورزی گروهی از خاورشناسان تاریخ معاصر و غرض‌ورزانی که در طول تاریخ قلم زنی کردند روشن می‌گردد. آنان برای کوچک کردن اهداف اسلام سعی کردند اثبات کنند که نبردهای پیامبر اسلام برای غارتگری و گردآوری غنایم بود و سربازان در موقع جنگ و نبرد خود را ملزم به اجرای اصول و اصول عدالت نمی دانستند، ولی جریانی که خدمتون قرائت کردم و امثال این جریان ها که در صفحات تاریخ ثبت شده گواه گویایی بر دروغ پردازی آنهاست، چرا که پیامبر در سخت ترین لحظاتی که قرار داشتن و گرسنگی سربازان رو می دیدن اجازه نمی دادن که چوپان خیانت در امانت بکنه و اون گله ها رو در اختیار مسلمان ها قرار بده. بعد از فتح این دو قلعه ابتدایی لشکر اسلام به سمت دژهای بعدی حرکت کرد، ولی با توجه به مقاومت سرسختانه یهودیان پیروزی به عقب افتاد و با کندی مواجه شد. در یکی از روزها ابوبکر مأمور فتح شد و پرچم به دست گرفت و مثل دیروزی 22 رجب به سمت یهودیان حمله کرد و مسلمانان به فرماندهی او حرکت کردند، ولی پس از مدتی بدون نتیجه بازگشتند و فرمانده و سپاه هر کدام گناه رو به گردن دیگری مینداختند و همدیگر رو به فرار متهم می‌کردند. این جریان در 22 رجب صورت گرفت. در 23 رجب روز بعد فرماندهی لشکر به عهده عمر واگذار شد. او نیز داستان دوست خود را تکرار کرد و بنا به نقل طبری پس از بازگشت از صحنه نبرد با توصیف دلاوری ها و شجاعت های فوق العاده رئیس دژ یا همون مرحب یاران پیامبر رو مرعوب می ساخت. این وضع پیامبر و سرداران اسلام رو سخت ناراحت کرده بود. در این لحظات پیامبر افسران و دلاوران ارتش اسلام رو گرد آورد و جمله ارزنده‌ای رو که تاریخ اون رو ثبت و ضبط کرده فرمود: این پرچم را فردا به دست کسی می‌دهم که خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامبر او را دوست می‌دارند و خدای متعال این دژ را به دست او می‌گشاید. او مردی است که هرگز پشت به دشمن نکرده و از صحنه نبرد فرار نمی کند و بنا به نقل تبرسی و حلبی چون این فهمود که کرار غیر و فرار، یعنی به سوی دشمن حمله کرده و هرگز فرار نمی کند. این جمله که حاکی از فضیلت و برتری معنوی و شهامت آن سرداری است که مقدر بود فتح و پیروزی به دست او صورت بگیرد، شادی توأم با اضطراب و دلهره‌ای را در میان ارتش و سرداران لشکر اسلام برانگیخت. هر کسی آرزو میکرد که این مدال بزرگ و این افتخار نصیب او بشه و این قرعه به نام او بیفته. روز بعد سرداران گرد پیامبر آمدند و دو سردار شکست خورده روزهای قبل با گردنهای کشیده متوجه کلمات پیامبر بودند و می‌خواستند هر چه زودتر بفهمند که این پرچم پر افتخار به دست چه کسی داده خواهد شد. سکوت پر انتظار مردم با جمله پیامبر که فرمود: علی کجاست؟ در هم شکست. آری، کرار کسی که به سوی دشمن حمله می کند و هیچگاه به دشمن پشت نمی کند و فرار نمی کند کسی نمی تواند باشد جز امیر المؤمنین علی علیه السلام. پیامبر و حضرت علی علیه السلام دستور پیش روی دادند و با ایشان و به ایشان یادآور شدند که قبل از اینکه جنگ نمایی نمایندگانی را به سوی دژ
اعزام بدار و آنها را به آیین اسلام دعوت کن. اگر آنها نپذیرفتند آنها را به وظایف خیش تحت لوای حکومت اسلام آشنا کن که باید خلع سلاح شوند و یا و با پرداخت جزیه در سایه حکومت اسلامی آزادانه زندگی کنند و اگر به هیچ کدام گردن ننهادند با آنها بجنگ. و در آخر به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود اگر خدای متعال حتی یک فرد را به وسیله تو هدایت کند بهتر از این است که شتران سرخ موی مال تو باشند و آنان را در راه خدا صرف کنی. و این نشان دهنده امر مهمی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بحبوحه جنگ باز در فکر راهنمایی مردم بودند. همین میرساند که تمامی این نبردها برای هدایت مردم و یا دفاع از مسلمانان صورت گرفته و نه دلیل دیگری. امیرالمؤمنین علی علیه السلام از ناحیه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مأمور شدند که دژهایی رو که دو فرمانده قبل در روزهای پیشین موفق به فتح اونها نشده بودند و با فرار خودشون ضربه های جبران ناپذیری به حیثیت اسلام زده بودند رو بگشایند. زره محکمی بر تن کردند و شمشیر ذوالفقار رو حمایل نمودند و هروله کنان و با شهامت خاصی به سوی دژ حرکت کردند و پرچم اسلام رو که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به دست ایشون داده بود در نزدیکی خیبر بر زمین نصب کردند. در خیبر باز شد و برادر مرحب که حارس نام داشت جلو آمد. هیبت نعره او آنچنان بود که سربازانی که پشت سر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند بی اختیار عقب رفتند، ولی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مانند کوه پای بر جا ماند. لحظه ای نگذشت که جسد مجروح حارس بر روی خاک افتاد و کشته شد. مرگ برادر مرحب او رو سخت غمگین و متاثر کرد. او برای گرفتن انتقام برادر در حالی که غرق در سلاح بود جلو اومد و مشغول رجزخوانی شد و بعد از او هم امیرالمؤمنین علیه السلام رجز خواندند و جنگ تن به تن میان اونها آغاز شد و در این جنگ امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر مرحب پیروز شد. بعد از پیروزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام یهودیانی که اونجا بودن همه به سمت قلعه ها گریختند و درها رو بستند. کسانی هم که بیرون مونده بودند با امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشغول جنگ شدند. در این کشمکش یک نفر از جنگجویان یهود با شمشیر بر سپر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام زد و سپر از دست ایشان افتاد. حضرت علی علیه السلام فوراً متوجه در دژ گردیدند و آن را از جای خود کندند و تا پایان کارزار به جای سپر از در قلعه استفاده کردند. دری که پس از جنگ 8 نفر از نیرومندترین سربازان اسلام سعی کردند آن را از این رو به اون رو کنند ولی نتوانستند. در نتیجه قلعه‌ای که مسلمانان 10 روز پشت آن معطل شده بودند در مدت کوتاهی گشوده شد. شیخ مفید در الارشاد به سند خاصشون از امیرالمومنین علی علیه السلام سرگذشت کندن در قلعه خیبر رو چنین نقل میکند که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند من در خیبر را کندم و به جای سپر به کار بردم و پس از پایان نبرد آن را مانند پل بر روی خندقی که یهودیان کنده بودند قرار دادم. سپس آن را میان خندق پرتاب کردم. مردی پرسید آیا سنگینی آن را احساس نمودی؟ گفتم به همان اندازه که سنگینی سپر خود را احساس می کردم. بله، و جریان و ماجرا بسیار مفصل هست در این رابطه. به هر حال این جنگ با پیروزی مسلمانان پایان یافت و خیبر، قلعه های خیبر به دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک به یک
فتح شدند و غنایمی که حاصل از اونها بود بنا شد جمع بشه تا بین مسلمان ها تقسیم بشه. اما یکی از نکات مهم تاریخی پس از فتح خیبر که با دست با کفایت امیرالمؤمنین حضرت حیدر کرار علی علیه السلام انجام شد، موضوع سرزمین فدک بود که یهودیان ساکن آنجا نیز خود رو همدست خیبریان می دیدند. پس از پیروزی کامل لشکر اسلام بر یهودیان خیبر، با آنکه اختیار اموال و جانهای شکست خوردگان همگی در دست رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار داشت، پیامبر مهربانی با بزرگواری تمام پیشنهاد یهودیان را پذیرفت و به آنها اجازه داد نصف محصولات و اموال به دست آمده از خیبر را در اختیار داشته باشند و نصف دیگر را به مسلمانان بدهند. بدین ترتیب یهودیان در سرزمین خود باقی ماندند تا هر سال نصف درآمد خیبر را به مدینه ارسال کنند. یک روز پس از فتح خیبر، جبرئیل از جانب خدای متعال بر پیامبر نازل شد و فرمان فتح فدک را آورد. در این فرمان تصریح شده بود که فدک بایستی تنها به دست پیامبر و علی علیه السلام فتح گردد و لشکر مسلمانان نبایستی در فتح سرزمین فدک شرکت کنند و در حقیقت نباید با ساز و برگ نظامی و سرباز وارد سرزمین فدک شد. هنگامی که شب فرا رسید، آن دو بزرگوار یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در تاریکی شب از لشکر جدا شدند و خود را به قلعه فدک رساندند. ساکنان فدک که خبر فتح قلعه عظیم خیبر را در روز قبل دریافت کرده بودند، در قلعه فدک و پشت درهای بسته شبی پر اضطراب رو می‌گذروندند. اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام با کمک پیامبر از دیوار بلند قلعه بالا رفتند و آن هنگام که بر فراز دیوار قلعه قرار گرفتند، با صدای رسا به گفتن اذان و تکبیر پرداختند. فدکیان پس از انتشار خبر پیروزی لشکر اسلام در خیبر وضعیت خود رو همچون خیبریان می‌دیدند و به هراس افتاده بودند. اما وقتی خبر برخورد بزرگوارانه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با خیبریان را شنیدند، شادمان شدند و از رسول خدا صلی الله علیه و آله خواستند با آنان همانند خیبریان رفتار کنند. پیامبر نیز این درخواست آنان را پذیرفت. از آنجا که فدک تنها به دست پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علی علیه السلام و بدون کوچکترین دخالتی از جانب دیگران به فتح کامل درآمده بود، به فرموده صریح قرآن این سرزمین به خدای متعال، رسول خدا و نزدیکان او و نیز به یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان تعلق می گرفت. در آیات ششم و هفتم سوره هشت که در این رابطه هست می خوانیم: و آنچه خدا از دارایی یهودیان به پیامبر خود غنیمت داد، آن نبود که شما با اسب بر آن تاخته بودید، بلکه خدا پیامبرانش را بر هر که بخواهد مسلط می سازد و خدا بر هر چیزی قادر است. آن غنیمتی که خدای متعال از مردم قریه ها نصیب پیامبرش کرده است از آن خداست و پیامبر و خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران در راه مانده در میان اونها توزیع بشه تا میان توانگرانتان دست به دست نشود. هر چه پیامبر به شما داد بستانید و از آن چه شما را منع کرد اجتناب کنید. بنابراین طبق این آیات الهی، سرزمین فدک به طور یک پارچه به مالکیت رسول خدا صلی الله علیه و آله در آمد و قرار شد هر کس از اهل فدک مسلمان شود، خمس اموالش را و هر کس بر یهودیت باقی بماند، تمام اموالش را به پیامبر پرداخت نماید. یهودیان فدک را از پیامبر تقاضا کردند و خواستند که پیامبر به اونها اجازه بده تا در زمین‌های زراعی فدک کار کنند و تمام درآمد آن را به حضرت تسلیم نمایند و تنها اجرت کار
خود را دریافت نماید. پیامبر این پیشنهاد را پذیرفت و پس از محاسبه‌ای که انجام گرفت قرار شد سالیانه 120 هزار دینار طلا به عنوان درآمد فدک به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تسلیم بشه. البته در مورد فدک و خیبر رفتار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در ظاهر یکسان بود، ولی این دو سرزمین حکم یکسانی رو ندارند، چون مناطقی که تسخیر میشن، مناطقی که تصاحب میشن به دو گونه هستن، یا با جنگ وارد اون مناطق میشن و یا اینکه اون مناطق خودشون تسلیم میشن و بدون جنگ و خونریزی سرزمین خودشون رو اهدا میکنن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، که حکم این دو با هم متفاوت هست. جایی که جنگ صورت میگیره، اموالی که باقی میمونه اموالی هست که بین همه مسلمان ها تقسیم میشه به عنوان غنیمت جنگی، اما جایی که اشخاصی همچون کسانی که در سرزمین فدک بودن زمین خودشون رو اهدا کنن به پیامبر خدا، خود پیامبر، خود حضرت ختمی مرتبت صاحب و مالک اون زمین میشه. به هر حال فدک از اموالی بود که اختصاص به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داشت که هر جا میدانست به مصرف میرساند. به عبارت دیگر فدک از اموال خالصه پیامبر صلی الله علیه و آله بود. اموال خالصه به اموالی گفته می شود که متعلق به پیامبر است و ایشان به عنوان ولی مسلمانان در آن به صلاح دید تصرف می کند و سربازان مسلمان در آن حقی ندارن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درآمد آنها را در مصالح اسلامی به مصرف می‌رساندند و میان افراد مستحق تقسیم می‌کردند. محدثان و سیرنویسان اتفاق نظر دارند که اهالی فدک حاضر شدند با پیامبر از در صلح وارد شوند و اراضی فدک را در اختیار حضرت بگذارند و در برابر آن در انجام مراسم مذهبی خود کاملا آزاد باشند و متقابلا حکومت اسلامی امنیت منطقه آنان را تأمین کند. یهودیان خیبر با این اتفاق، با این پیمانی که بسته شد بین آنها و مسلمان ها، بنا شد که حاصل آن چه در سرزمین های خود به دست میارن رو خدمت پیامبر تقدیم کنند و به عنوان کسی که در اون مناطق کار میکنه مزد خودشون رو دریافت کنند و در حقیقت با پرداخت جزیه در آزادی کامل بر دین خودشون باشند و آزادانه اعمال خودشون رو انجام بدن و شعائر خاص خودشون رو برپا دارن. امام رضا علیه السلام فرمودند پس از آن و هنگامی که آیه و آت ذل قربا حقه نازل شد، آیه 26 سوره اسراء، پیامبر به حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود فدک از اموالی است که بدون جنگ گرفته شده است و به من اختصاص دارد، و سپس آن را در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داد. در آموزه‌های اسلامی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام اختیار دارند که بیت المال را هر جا صلاح دیدند به مصرف برسانند. از سوی دیگر دلائل و شواهد نشان می‌دهد که اعطای فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها طبق دستور خدای متعال و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با انجام این دستور الهی، در حقیقت دستور الهی رو اطاعت کردن و فدک رو به حضرت زهرا اعطا فرمودن. یا جای دیگر یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام از ایشان پرسید که آیا پیامبر فدک را به فاطمه داد؟ امام صادق علیه السلام فرمودن فدک از طرف خدای متعال برای فاطمه سلام الله علیها بود. ممنونم که ما را همراهی کردید. تا سوژه دیگر روز پنجشنبه، خدا نگهدار.